با درود به همه هموطنان عزیزم قهرمانان بزرگ مقاومت و های شورشی در داخل کشور و همچنین به هموطنان خارج کشور که دل در گروه ایران عزیز و باستانی دارند من قبلا در در عظمت این گرد همایی کهکشان براتون گفتم و الان میخوام تاکید کنم که همونطوری که همیشه من میگم توی همه حرفام هر جنبشی در تاریخ بشر از ابتدا تا کنون سه پایه داشته مخصوصا تاریخ مدرن بشری یکی مردمان که صاحب الی واقعی اون اون, اون یکی مقاومت سازمان یافته است که از هند و آفریقا و همه جا آمریکا لاتین و تاریخ حتی خود آمریکا انقلاب آمریکا تا سازمان یهی نداشته باشه تا سازمان مقاومت محکمی در کنار مردم نباشه محال پیروز بشه و عامل سوم که میتونه میشه گفت که عامل فرعیه که اونا بر این اثر میزنن سیاست خارجیه ما بشارت میدم به ملت عزیز ایرانم که در این سپایه یعنی دو پایه اول به اوج رسیده علا رقم همه فشارهایی که به این مقامت اومده همه هایی که جامعه خلاص سوداگر و مماشدگر کرده و الان از زمان مصدق تا الان اشتباه کردن خمینی رو واقعا اونها آوردن با مماشدگریشون و الان یک اطلاعی پیدا کرده که دیگه الان در صحنه جز ملت ایران و مقامت سازمان یافته محکمش که الان جهانیان دارن شده چشم باز میکنن من خودم اینجا هستم چل کشور حدود 300 نماینده مجلس و مردم جونیا اومدن اینجا جمع شدن ابعاد گسترده با های مطبوعاتی و خبریش هم هست و بعد نشون میده که وقتی این دو پایه به هم وصل میشه یعنی حاکمیت مردم داخل کشور و مقامت سازمان یافتشون او وقت جهان خارج میاد به کمک یعنی جهان تقسیم میشه احمد که زمان مصدق جهان تقسیم شد به نیروهای خوشخیم طرفدار ملت ایران و نیروهای بدخیم سازاگر و ضد دموکراتیک الان هم حول خانم مریم رجوی حول آقای مسجد رجوی حول سازمان مجادین خلق حول اه اه شورای ملی مقامت نیروهای خوشخیم تاریخ دارن جمع میشن همه کاری برای گاندی کردن نیروهای خوشخیم علیه نیروهای بدخیم ماندلا همه من میتونم هزارها براتون از مقامت اروپا بزنم که اینها وقتی با همدیگه جمع میشن و به کمک مقامت سازمان یافتن میان اون وقتی که گراگشایی تاریخی باز میشه نمونه هایشم بسیار تو همین اروپا هست من تاریخ اروپا مقامت رو ته کشیدم دیگه همه تنان عزیز میدونم که این بوده کانون های شورشی بدون کانون های شورشی نه مقامت مردم فرانسه نه جنگ جهانی دوم نمیتونست تمام بشه اگر مردم کشورها در کنار ملتشون کانون شورشی نداشتن اسمشون حالا اونجا ل رزیستانس بوده نمیدونم دی, دی, دی رزیستنس پاکس بوده یا مثلا میلورگ اسکاندیناوی بوده و فنلاند بوده وینتی بوده تمام اینها کانونههای شویشی بودن که به, به کمک مردم بلند شدن و این دو در تلاقیش ما هم دیگه باعث پیروزی شدن و بعد جهانیان نیروهای خوشخیم تاریخ اومدن پیوستن کمک کردن پشت این مقامت ها و پیروز شدن و الا اگر دی این دو اصل با هم نباشه و تلفیق نکنه همونطور که استراتژی شورای ملی مقامت و خانم مریم رجوی مرتب دارن میگن راحل سوم ما احتیاج به هیچ جنگ و نمیدونم اشخال خارجی نداریم ما میگیم که همون حرفی که خانم رجوی میزنه راه حل سوم شما ما نکنید شما بذارید کنار جنگ داخلی اما خارجی هم ما احتیاج نداریم سرنگونی این رژیم دست مردم ایران و مقامت سازمان یافته که مقاومت شوراس سازمان مجاهدین و کنهای شورش داخل غیر از این نسخه در تاریخ مدر بشری من سراغ ندارم و برای هم که دعوت میکنم کنم عزیزم که حول ده ماده خانم رجوی که اساره است از دموکراسی آزادی لغو اعدام بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر جمع بجنبیم تا این مقاومت هشت دو سر پیروشه و این ایران عزیز بهترین وطن را از چنگال این زمان این رژیم فاسد قاتل مادون دون قرون آزاد کنیم این نسخه است که تاریخ برای ما پیشیده شما میدونید که همیشه در مقاومت این دشمنه که تحمیل میکنه استراتژی رو با به مردم و مقاوم هر اون که اون سرکوبگری میکنه هرچی که که مسلمان ترین راهپیمایی ها رو به خون کشیده الان تلاقی این دو هست و همون راهلی که خانم مریم رجوی میگه و الان هم همه پوششیم و جهانیان هم که این چند روز در اینجا یک وفاق بین بود در همینجا در تیران یعنی میشه گفت واقعا یک کنفرانس جهانی بود اینجا و همه تایید کردند که جز این راهی برای نجات مردم ایران نیست و من امیدوارم که این راه هر چه کوتاه‌تر بشه به همت ملت ایران که این مقامت پشتشه و کارین های شورشی و مردم آزادی خواه جهان